بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش خدای را که با این فرمودش ولقد کرمنا بنی آدم تاج کرامت بر سر انسان ها نهاد. درود بی پایان بر پیامبر محمود صلی الله علیه و سلم، پیامبری که با آمدنش همه انسان ها را از ضلالت ها و گمراهی ها نجات بخشید. و عرض سلام خدمت یکایک شما بیننده های عزیز گفتگوی ویژه. امید که تا ختم این گفتگو ما را همراه باشین. در این گفتگو در خدمت جناب محترم الحاج سید بلال عاصمی خلیفه صاحب نوین هستیم. خوش آمدید درود میکنم جناب خلیفه صاحب در برنامه. خیلی خوش آمدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه. ما هم قبل از همه عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب شما و همه دستندرکاران تلویزیون وزین اصلاح. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. تشریف آوری شما به آستان حضرات خلیفه صاحبان نوین رحمت الله تعالی علیهم اجمعین خوش آمدید و خیر مقدم عرض میکنم، در خدمت شما هستم. سپاس تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. جناب خلیفه صاحب، اگر در مورد پیشینه مقام خلافت نوین صحبتی داشته باشید. اما طوری که شما هم میدانین، بعد از اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وفات می‌یابند، صحابه بزرگوارشان و به تبع از او اولاد مبارکشان به خاطر تبلیغ و گسترش دین مبین اسلام و رساندن پیام اسلام و دعوت اسلامی سرزمین خود و خانه های خود ترک میکنند و هجرت برمیگزینند، به کشورهای مختلف میرند تا ای که ای پیام اسلام را، پیام دین مقدس اسلام را به همه بشریت برسانند. و به همون ترتیب بزرگان ما و اجداد ما هم از این امر مستثنا نبودند و در طول زمان با سفرهایی که به کشورهای مختلف داشتند، بالاخره به افغانستان آمدند، به هرات رسیدند و در قریجات مختلف که میشه که از کردوسی و شان، اودران و بالاخره به نوین، حدود تقریبا 130 سال قبل جناب خلیفه میر محمد صدیق جان رحمت الله تعالی علیه به این مکان تشریف آوردند و در اینجا اقامت گزیدند و به ارشاد و دعوت مردم پرداختند، به اعمار و مسجد و مدرسه همت گماشتند و با امو خلوص نیت، اخلاص، صداقت و عمل نیکی که داشتند و بدون شک اونا از جمله اولیا و بنده های مقرب پروردگار بودند، در اینجا مردم با دیدن همو وجود مبارک اینا و اعمال صالحانه و خالصانه از اینا و وجود پرفیض از اینا، هر روز تعداد ارادتمندان از اینا بیشتر شد و در اینجی در نوین روز به روز تشریف می آوردن به حضور جناب خلیفه صاحب مشرف می شدن و همین شد که نوین از یک جایگاه اجتماعی بزرگ بهرمند شد از برکت حضور ای بزرگا. و بعد از جناب خلیفه صاحب صدیق جان، باز خلیفه صاحبای دیگری که رحمت خدا و غفران خداوند بر روشان باد، هم مطابق به منهج کتاب الله و سنت رسول الله و سلف صالح گذشته و خلیفه صاحبای قبلی همو روش ادامه دادند، در خدمت مردم بودند و به ارشاد و دعوت مردم پرداختند و این سلسله تا اکنون الحمدلله ادامه پیدا کرد و ما امیدوار هستیم که ما هم بتونیم رهرو خوبی برای بزرگا باشیم و انشاءالله در ادامه مسیر در خدمت مردم باشیم. بسیار نیک. جناب خلیفه صاحب، همونطور که شما اشاره کردین، ما میخواییم مشخصا بگین که از چه جایگاه این مقام برمنده. همینطور خدمت شما عرض کردم، خلیفه صاحبای نوین وقتی جناب خلیفه صاحب امام صدیق جان اینجا آمدند، هدف اینا رضایت الله جل جلاله و خدمت به خلق خدا بوده و هیچ وقت از مردم خود جدا ندانستند. خلیفه صاحبای نوین عبادت را در مغاره کوه و در گوشه عزلت انتخاب نکردند. عبادت را گفتند به خدمت خلق. عبادت به جز خدمت خلق نیست، بس تسبیح و سجاده و دلق نیست. و به همون اساس هم در عرصه معنوی در بود ارشاد و دعوت اسلامی در خدمت مردم خوب بودند و هم در ابعاد مادی از او در حد توان در حل و فصل منازعاتی که در بین مردم بوده، در ایجاد محبت و صمیمیت و مودت در بین مردم منطقه کوشا بودند و از خود
چیزهای خوب به یادگار گذاشتند که همون باعث شده که مردم بیشتر از پیش هر روز رجوع بکنند، از اینجی بده به کسی نرسیده و از اینجی همیشه کمک، همکاری و مساعدت از اینا با مردم بوده و اینا باعث شده که فیوزاتی که بزرگوارا داشتن به خاطر همون نزدیکی با پروردگار، صحبت اینا صحبت دین بوده و شما میفهمین که اولیاء خدا، صالحین، کسایی که با خدا رابط دارن، صحبت چند دقیقه با اونا بر انسان برکت میاره و زندگی انسان سعادت میاره، خوشحالی میاره، غم و اندوه دور میکنه. به ترتیب خیلی از کسا وقتی به نوین میامدن و با بزرگا و خلیفه سرو میشیشتن، خیلی از مشکلات روحی روانی اینا رفع میشده، مشکلات اجتماعی اینا برکت از این بزرگوارا حل میشده، خیلی معضلات بسیار بزرگ اجتماعی که دولت گاهن از حل و فصل از او عاجز میمانده باز توسط بزرگا حل و فصل میشده و به می خاطر نوین یک مرجع برای عام خاص قرار گرفته و به مخاطر خیلی از طبقات مختلف اجتماعی به اینجی رفت آمد میکردن و از محضر بزرگا استفاده میکردن. بسیار جناب خلیفه صاحب، شما اشاره کردیم که جایگاه اجتماعی این مقام در منطقه اشاره کردیم در داخل هرات. من میخوام سوال مطرح بکنم که تعامل مردم دیگه ولایات، ولایت دیگر کشور ما و سایر کشورها با این مقام چگونه هست؟ آیا در اونها هم در ارتباط هست و تعامل دارن یا خیر؟ بله، تا قبل از انقلاب اسلامی افغانستان که سلسله خلیفه صاحب شروع شده بود و ادامه داشت، در اون زمان هم همین رفت آمدها شروع شده بود، تعاملاتی از ولایت های مختلف افغانستان، از شرق، از جنوب، از ولایت های فاریا، یعنی از شمال، کسایی رفت آمد داشتن، می رفتن، ارادتمندای خلیفه صاحب داشتن و گاهن اینا سفر می کردن به اون مناطق و با اونا ارتباطات داشتن و الحمدلله تا حال، تا اکنون، تا زمانی که خلیفه صاحب مرحوم سید عبدالرحیم عاصمی پدر بزرگوار ما حیات داشتن، این روابط همچنان با قوت خوب باقی بوده و همی ما در مراسم وفات جناب خلیفه صاحب پیام های تسلیتی که از ولایات مختلف و حتی از کشورهای مختلف دریافت کردم، برای ما ایر متیقن شدیم که هنوز همو روابط اجتماعی برقراره و هنوز ایده بزرگی از مردم، از سیاسیون، از بزرگا و متنفذین قومی در ولایات مختلف با اینجا ارتباط داشتند و دارند و همو ارتباطات قلبی هست و با قمی که به اینجا بیای متاثر میشن و با شادی و طبعا شاد میشن. بسیار نیکه. جناب خلیفه صاحب، همونطور که ما شاهد هستیم همواره نقش مقام خلافت نوین حتی قلب نماندگی از مردم هرات در تعاملات سیاسی حائز اهمیت بوده. این نقش چگونه ارزیابی میکنه؟ خدمت شما عرض کنم که تا جایی که حافظه تاریخی ما اجازه میده بریم و به یاد ما هست، نوین طبعا به اساس خواست و پذیرش دیدگاه مردم و اجتماع که از نوین که به عنوان یک مرجع هسته و همیشه از خلیفه صاحب مردم توقع داشتن که تو به عنوان مرجع، به عنوان رهنما در مسیرهای مختلفی که به نفع اجتماع و به نفع زندگی هسته پیشرو باشند، همونطوری که رهنما باشند، طبعا توقعات مردمی بوده از اینا و توقعات سیاسی هم مطرح بوده که خلیفه صاحب نوین بحث را مطرح بکنند و یا در مباحث سیاسی هم حضور داشته باشند تا اینکه مردم راه خود را درست و بهترتر بتونن پیدا بکنند و به الگو برداری از اونا و به تعقیب هدایات از اونا در همون مسیر روان بشن. و طبعا این مسئله بوده و چیزی که من میخوام بگم اینه که نوین در تمام تعاملات و صفبندی های سیاسی بر محور دیانت و منافع ملی و حمایت از ارزش های اسلامی پیش قدم بوده و حرکت کرده و او حرکتی که از طرف نوین صورت گرفته طبعا به خاطر همو دفاع از ارزش‌های اسلامی و ملی از او بوده که گاهن بزرگای سیاسی متاسفانه به همو قول و وعده هایی که در ارتباط به خدمات برای مردم، برای دفاع از ارزش‌ها داده بودند برای این مقامات که در پهلو از اینا باشن، باز دیدیم که از او گفته ها خوب پشیمان شدند یا به نوعی
کمکاری صورت گرفت و نکات مثبتی که ما از این جایگاه به او میاندیشیدیم و کمتر متاسفانه رسیدیم. ولی به هر صورت در تعاملات سیاسی ما دین ما دینی نیست که از سیاست جدا باشه و همونطوری که پیشتر گفتم از ابتدا خلیفه سیبا در متن اجتماع بودن، با مردم زندگی کردن، درد مردم درد نبوده و شادی مردم شادی نبوده و ما خاطر در تمام عرصه ها حضور داشتن و کوشش کردن که حضور اینا مبتنی بر دساتیر اسلامی باشه و بر حمایت از ارزش های معنوی و مقدسات و اعتقادات مردم و جامعه باشه. بله بسیار که جناب خلیفه صاحب، من میخوام که این اشاره بکنم، شما اشاره داشتیم که در تمام برنامه ها خلیفه صاحب ها نوین در او قسمت سهم داشتن و خواستن که نقش بازی بکنن، و شما هم در اداب شما چنین چیزی گنجانیده است؟ ما طبعا انسان وقتی در اجتماع زندگی میکنه و مطوری که بیشتر هم از بزرگاه یادآوری کردم، هدف ما کسب رضایت پروردگار و هدف ما خدمت به مردم و خلق خدا هست. در هر مسیری که بفهمیم میتونیم برای مردم خود مفید واقع بشیم، برای این کشور رنج دیده مفید واقع باشیم، استاد هستیم. ولی او چیزی که باید یادآوری بکنم و تذکر بدم اینه که اگر هر عمل صورت گرفته و یا کار صورت گرفته یا در عرصه‌های سیاسی اقداماتی بوده، هیچ زمانی برای کسب چوکی و مقام و منصب برای ماها مد نظر نبوده، برای اولاد خلیفه صاحب یا برای اقوام اینا نبوده. صرفا جناب خلیفه صاحب مرحوم و گذشتگان از انسان‌های صالحی که در حکومت بودند همیشه دفاع کردند، حمایت کردند و علیه انسان‌های فاسد صدا بلند کردند تا ای که مردم به همو اوج موفقیت برسند، اوج تکامل و ترقی و از امکانات درست استفاده بکنند. ما هم در برنامه ها داریم انشاءالله که در خدمت مردم خوب باشیم، در هر مسیری که باشه، در هر راهی که بتونیم بفهمیم که برای مردم میتونیم مفید واقع بشیم، انشاءالله در خدمت مردم بسیار ان شاء الله که موفق باشین. سوال دیگر که میخوام مطرح بکنم جناب خلیفه صاحب اینه که چند پیش شاهد شهادت مرحوم علی حاج خلیفه صاحب ابو سید عبدالرحیم عاصمی پدر بزرگوار حضرت عالی بودیم، در مورد شخصیت اجتماعی و سیاسی جناب خلیفه صاحب اگر معلوماتی برای ما بدین. جناب علی حاج سید عبدالرحیم عاصمی رحمت الله و غفرانه علیه پدر بزرگوارم یک انسان نیکو سرشت، فرشته خصال، یک انسانی که تمام ابعاد شخصیتی یک انسان کامل در وجود از اونا به ودیعه گذاشته شده بود و خصوصیات مختلف، ویژگی های مختلف الله متعال به خاطر پیشبرد همین رسالت بزرگ در وجود از اونا به ودیعه گذاشته شده بود. اونا انسانی بودند که تمام زندگی خود را وقف خدمت به اسلام، خدمت به مسلمین و خدمت به مردم انجام دادن، به انجام رساندن. کسی بودن که در پهلوی از این که عابد بودن، فقیه متصوف بودن و یک صوفی فقیه بودن و در خدمت مردم بودن. ما برای شما بگم که جناب حاج خلیفه صاحب و چیزی که ما شنیدیم از بزرگای قوم، از همه آوان و کودکی یکی از انسان‌های نیکو سرشت و نیکو اعمال بودن که در بین خانواده همه انگشت‌ها به طرف از اونا بود. در آوان نوجوانی اونا مبارزه اسلامی شروع کرده بودند، کتاب‌های دعوتی، دعوت اسلامی برای جوانا پخش میکردن، یک کتابخانه بسیار خوردی در همون زمان ایجاد کرده بودند و به نشر و پخش دعوت اسلامی میپرداختند. در آوان جوانی در سن 18 سالگی در قیام مردمی 24 اوت، حتی در برگزاری قیام اینو مؤثر بودند و فتاوای که از طرف حضرت سیب سبقت الله مجددی در همون وقت به خاطر جهاد افغانستان صادر شده بود اونو پخش میکردن و در قیام 24 اوت نقش بارز و ارزنده داشتند و در همون قیام 24 اوت توسط مزدوران وقت گرفتار میشند، شکنجه میشند، به محبس میرند و حبس میشند و بعد از او درد هجرت را میکشند و سختی های علم و تحصیل را متحمل میشند و به جهاد میپردازند و تا آخرین لحظه که جهاد افغانستان پیروز میشه در صفوف جهاد و در کنار مجاهدین و برادران خود
هستند و به کار ادامه میدن. و بعد از پیروزی طبعا در عرصه های خدمتگذاری و زندگی عادی بر میگردن و در همین نوین باز اقامت دارند و در خدمت مردم هستند. و بعد از اینکه برادر اینا جناب خلیفه سید عبدالغفور جان از دنیا میرند، مقام خلافت به اونا تفویض میشه و در اینجا هم دستاوردهای فراوانی دارند که از همون آوان ابتدای کار فکر بازسازی مادی و معنوی این منطقه و آستان میشن. شما میفهمید که در دوران هجرت، در دوران انقلاب، آستان حضرت خلیفه صاحبان نوین رحمت الله تعالی علیهم به اساس جنگ هایی که بوده در منطقه و ایران شده بود و خلیفه صاحب هجرت کرده بودند و نیجی نبودن. بعد از اینکه ما برگشتیم کوشش شد که این ویرانه ها آباد بشه و پس به حالت اولی برگرده و احیا بشه که جناب خلیفه سید در این راستا بسیار زحمت کشیدن و از دست خالی ولی با همت بسیار عالی کارهای بسیار بزرگ را انجام دادن که ما الحمدلله هم آستان پس احیا کردن به حالت عادی از او. و شخصیت از اونو نه تنها یک شخص نبودند، اجی خلیفه سید یک ملت بودند، یک متعلق به یک قوم خاصه، یک گروه خاصه، به فامیل خاصه یا منطقه خاصه تعلق نداشتند. یک شخصیت چند بعدی داشتند که در خدمت اجتماع و در خدمت مردم و در کل یکی از اسطوره هایی بودند که برای اسلام و مسلمین کار میکردند. الله متعال از اونا راضی باشه و ما توفیق بده که در مسیر از اونا روان باشیم. اونا هم در عرصه اجتماعی، هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه عبادت و خدمت به دین واقعا مؤثر بودن و الله متعال از اونا راضی باشه و کارهای نور مورد قبول خود قرار بده. آمین. جناب خلیفه صاحب، اگر هرچند شما اشاره کردیم بر این صحبت های خود، میخوایم مشخصا دستاوردهای جناب خلیفه صاحب در قسمت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای مردم نوین اگر نام ببریم. طبعا ما زمانی که از مهاجرت برگشتیم، افغانستان خود در آتش جنگ سوخته بود و مردم از علم، تحصیل دور بودن. در نوین مکتب نداشتیم و تعداد باسوادهای قریه شاید به تعداد انگشتان یک دست میرسید. اولین کاری که کردن تأسیس مکتب بود در قریه و با خاطر از اینکه مکتب جای نداشت، باز در همین خود میمانخانه یا لنگر نوین اینجا ایر برای مدت زیادی در اختیار مکتب قرار داشتن. مردم را تشویق کردن که اولاد خود را بفرستن تا اینکه از تربیت اسلامی و از دروس علمی و مکتب ها مستفید باشن. و بعد از او به فکر خریدن زمین به مکتب شدن. میادم هست که در سالهای آخر که زمین می خریدن بسیار با شوق و ذوق، هم از سرمایه شخصی و هم از سرمایه دوستان و عزیزانی که خیری که داشتن در پهلوی حکومت گرفتن، مردم را بسیج کردن و یک زمین بسیار بزرگی برای مکتب قریه نوین خریدن که الحمدلله حالا گل لسه شده و چند دوره فراغت داده و تعداد زیادی از خواهرها و برادرای ما در اونجا فعلا مشغول تعلیم هستند. و همچنین در خود حوزه نزدیکتر که وقتی بیایم در اینجا دارالعلوم نوین را تأسیس کردن جناب خلیفه سید، از اولین کارهایی کردن دارالحفاظ ساختن. ما برای ختم تراویح در مسجد نیاز بود که بریم و از شهر قاری صاحبار دعوت بکنیم و اونا هر روز بیاریم تا ای که برای ما ختم تراویح بخونن. حاجی خلیفه سید دارالحفاظ در مسالای اولی تأسیس کردند و از برکت از اونا ما امروز به جرئت میتونم بگم که در تمام خانه های قریه نوین ما حتما قاری قرآن کریم داریم، حافظ قرآن کریم داریم و در اکثر خانه ها ما قاریان خواهر داریم، کسانی که هم میتونن قرآن رو با ترتیل و تجوید بخونن و هم تدریس بکنن. و تعداد زیادی از خواهرانی که از نوین اینجی درس قرآن رو آموختن امروز در نقاط مختلف که ما آدرس های بلدیم اونجی مرکز قرآنی جور کردن و فعلا مصروف تدریس علوم قرآنی هستن. و دارالقرآن برای بخش خواهرها تأسیس کردن و خود اینا در اونجی بسیار با اشتیاق تدریس میکردن. در علوم نوین ما داریم که تا حال فعلا از صنف اول تا صنف 14 هم اینجا شاگرد داریم، از نقاط مختلف ولایت هرات از ولسوالی‌ها در اینجا شاگرد داریم، در بخش لیلیه هم هستن، در بخش نهاری هم چای منطقه در اینجا درس میخوانن.
و کتابخانه که ما شما در اینجا حضور داریم بیش از 1000 عنوان کتاب در اینجا هست و اجی خلیفه سبیل بسیار با شوق با اشتیاق با همت عالی خو ایر تأسیس کردن کتاب های مفیدی برای جوانان در هر بخش ما الحمدلله در اینجا کتاب داریم و ای در اختیار خواهر و برادر هست که میان از اینجا کتاب میبرن مطالعه میکنن پس بر میگردونن برای اختیار مردم قرار داده شد. انجمن فرهنگی ساختن و جوانان همیشه مشوق بودند برای کار فرهنگی کار دینی و در این اواخر بنیاد خیریه نوین را تأسیس کردند که ما در همین دوران کرونا که مردم شدیداً ضرورت داشتند به کمک از طریق بنیاد که جناب حاجی خلیفه صاحب خود اینا شخصاً کمک کردن و از دوستای خود کمک خواستن تونستیم به خیلی از فامیل های بی بضاعت و کسایی که مستحق توزیع کمک بودن برای از اینا برسیم و در همین منطقه کمک را از طریق بنیاد خیریه توزیع بکنیم و خود اینا کوشش میکردن که یا حتما از طریق تدریس یا از طریق منبر و یا از طریق تصنیف پیام دین را برسانند و به خدمت مردم باشند و این مسجد جامع بزرگی که ما شما از بین از اومدیم به کتابخانه رسیدیم مسجد جامعی که به هرات کم نظیره و مثل ازو شاید نباشه ایر هم به همت بسیار عالی در مدت یک سال که بارها ما شاهد بودیم که شخصا به عمار این مسجد عرق ریختن بل زدن و زحمت کشیدن و این مسجد در هم در خدمت این مردم قرار دادن که اینجا میان و به عبادت خدا مصروف میشن و در عرصه های توسعه‌ای جناب خلیفه بسیار شوق داشتن و همت اینا بسیار عالی بود. سرک نوین از جمله اولین سرک هایی که در هرات اسفال شد از قریجات سرک نوین بود، جایی که خیلی از جاده های شهر شاید هنوز اسفال نشده بود ما سرک نوین اسفال کردن. پروژه آبرسانی صحی ما چند سال قبل یعنی از جمله اولین قریجاتی که به آبرسانی آب صحی دسترسی داشتیم مردم نوین بودند. اولین دهی که برقدار شد نوین بود به همت جناب حاجی خلیفه صاحب و دوستای اینا که تپ و تلاش میکردن، یعنی خیلی از محلات شهر هنوز برقدار نبود که ما در نوین تونستیم برق بیاریم و از طریق این نوین که برق آمد دهای اطراف هم توانایی پیدا شد برای از اینا که بتونن برای خو از نعمت برق استفاده بکنن و از این نعمت بهره مند بشن. و ما شاید در این دقایق حضور ذهن نداشته باشم پل های مواصلتی که چند قریر به هم وصل کرده جناب خلیفه صاحب اینا رو همت کردن از طریق دوستا خو آباد کردن و در یک جمله اگر خلاصه بگم جناب خلیفه صاحب تا آخرین لحظات حیات خود همچنان شوق و اشتیاق خدمتگزاری به مردم را داشتن و با همون شوق و اشتیاق خدمت به خلق خدا این دنیا را ترک کردن و دنیا باقی را خدا بپذیره. به حال می خواهیم جناب خلیفه صاحب در مورد خود اگر معلومات بدین و چگونه به این مقام انتخاب شدین؟ به اساس سنت که در این خانواده هست و عرفه که از گذشته های دور باقی مانده بعد از اینکه هر یک از خلیفه صاحبای نوین رحمت الله تعالی علیهم اجمعین به دیار باقی می رفتن باز علمای معظم و بزرگای قوم و سادات دور هم جمع می شدن و یک شخصی که با همون معیاراتی که پیش از اون مطرح بوده انتخاب میکردن تا همه خرقه خلافت را بپوشه و مسئولیت را انجام بده. به همون اساس بعد از وفات و شهادت جناب حاجی خلیفه صاحب مرحوم باز بزرگای قوم لطف کردند و صلاح دیدند که من این مسئولیت سنگین را متحمل بشم و بر شانه های نحیف و ضعیف خود ای بار مسئولیت حمل بکنم، هرچند مکررن من از این پذیرش این مسئولیت انکار کردم ولی باز بر حسب اصل الامر فوق الادب من این مسئولیت را پذیرفتم و از خداوند منان میخوایم که امیدوارم که شما هم به حق ما دعا بکنید که بتونیم از این مسئولیت سنگین انشاءالله موفقانه بیرون بشیم و در مسیری که بزرگای ما قدم برداشتن ما هم در همون مسیر باشه.
سرنیک. جناب خلیفه صاحب، همونطور که ما مطلع هستیم در حوزه حقوق تحصیل داریم و قبلا شما در حل منازعات هم سهیم بودین، اما نه به این که مسئولیت خلافت را داشته باشین. حالا میخوایم پرسان بکنم از او تجارب چگونه میخواین در شرایط فعلی استفاده بکنین؟ بعد دقیق فرمودین، ما در حقوق و پانزه حقوق علوم سیاسی در پانتون هرات خوندم و در پهلوی ازو در دارالعلوم نوین علوم متداول شرعی را هم آموختم و در این سالها در کمیسیون حل منازعات که کمیسیون مستقل دولتی هست که جناب حضرت سبقت الله مجددی ریاست از او بهده داشتن و از جناب خلیفه سب خواسته بودند که در پهلوی از اونا در این کمیسیون باشین و باز جناب خلیفه سب مر اونجا فرستادن. در حل و فصل منازعات اجتماعی و گاهن سیاسی بزرگ در از طریق کمیسیون کار کردیم و او تجربه الحمدلله کسب کردیم. در قریه نوین از 10 سال به این طرف مردم ریاست شورا مسئولیت رو برای ما سپردن جبران و در این 15 سال هم در رکاب جناب خلیفه صاحب مرحوم در حل و فصل نزاها و اختلافات در کنار اینا بودیم و الحمدلله تجارب در این راستا کسب کردیم و همونطوری که ما گفتم یکی از تقریبا بگیم وظایف خلافت نوین حل و فصل نزاها و اختلافات و کشمکش هایی که متاسفانه گاهن در جوامع ما رخ میده و ما انشالله کوشش میکنیم که از این تجاربی که در این سالها استفاده کردیم باز در همین بحث حل و فصل نزاها و اختلافات انشالله کار بگیریم و بتونیم یعنی دردی از مردم خود بکاهیم و اگر حتی کم هم شده برای مردم خود مفید واقع بشه انشاءالله. سعی کنید انشاءالله موفق باشین. اگر خواسته باشم سوال بعدی مطرح بکنم، خلیفه صاحب میخوایم که در قسمت اهدافتان برای ما معلومات بدیم. چه اهدافی پیش رو داریم؟ بلند مدت، کوتاه مدت؟ اگر برای ما و بیننده عزیز ما بگیم. همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، هدف همه ما و شما باید در زندگی کسب رضایت پروردگار باشه و طبعا ما هم هدفی جز کسب رضای الله متعال نداریم. هدف ما رساندن خدمت به مردم، بودن در کنار مردم و ادامه راه بزرگان از جمله اهداف ما هست. در برنامه هایی که ما در پیش رو داریم اینه که پیشتر به خدمت شما عرض کردم که کانون های فرهنگی متعددی در نوین ایجاد شده. انشاءالله کوشش میکنیم که این کانون های فرهنگی رونق بیشتری بیابه، انکشاف پیدا بکنه و بتونیم از این طریق بیشتر و بهتر مستر خدمت واقع بشیم برای مردم خود و در نصرت دین پروردگار. و در حل و فصل منازعات انشاءالله کوشش میکنیم که وقت بیشتر بگذاریم و فایده ما انشاءالله به مردم بیشتر برسه. که موفق باشین جناب خطیب صاحب. آقای خلیفه صاحب، میخوام یک نکته دیگه اشاره بکنم. دیدگاه شما در مورد تحولات اخیر و گفتگوهای صلح در اواخر چیست؟ افغانستان کشوری که ما و شما در او زندگی میکنیم کشور درد رسیده و دردمندی است که مردم از او هم در 4 دهه گذشته همیشه در آتش جنگ و خونریزی و برادرکشی متاسفانه سوختند و جوانان خود و عزیزان خود از دست دادند و از تعالی و ترقی باز ماندند. صلح یک گمشده ایه که همه ملت افغانستان به او فکر میکنند و به او آرزو هستند که روزی بشه در افغانستان صلح بیاید. جناب خلیفه صاحب مرحوم پدر بزرگوار ما بسیار به امر علاقمند بودند و همیشه در دعاهای خود به حق صلح در کشور دعای خیر میکردند و ما هم هرچند در این سالها به ارتباط صلح کارهای صورت گرفت ولی متاسفانه گاهن ناکام شد یا نگذاشتند که به کامیابی برسه. ما در بحث عوامل ناامنی طبعا عوامل خارجی هم دخیل هست، عوامل داخلی هم دخیل هست، ولی امیدوار هستیم که ما خود ما مردم افغانستان به حد هوشیاری رسیده باشیم که دیگه مورد استعمال بیگانگان قرار نگیریم و عوامل خارجی نتونه تأثیر بگذاره و به او منطقه برسیم و حد برسیم که در کنار هم دیگر بشینیم، مشکلات خود در باب گفتگو و مذاکره حل و فصل بکنیم. و شخصا خوشبین هستم و امیدوار هستم و به ارتباط دعاگو هستیم که الله متعال ای مرتبه و ای بار
توفیق بده برای بزرگایی که در همین عرصه کار میکنن تا بتونن فکرها و اندیشه های مردم افغانستان رو به هم نزدیک کنند و ما بتونیم در افغانستان به یک صلح دائمی و امنیت کامل برسیم. بله بنده عزیز، حال میخوام که از جناب خلیف صاحب چند سوال شخصی مطرح بکنم. همونطور که شما بیشتر بیننده بودین، من اجازه هم گرفتم. جناب خلیف صاحب، آیا ازدواج کردین یا خیر؟ اگر کردیم چند سال میشه؟ بله، من ازدواج کردم و حدوداً 12 سال میشه که. ثمره ازدواج؟ یک فرزند پسر دارم که فعلا صنف 4 مکتب درس میخونه. بله، بسیار اینه که جناب خلیف صاحب، قبل از اینکه شما این مقام احراز بکنین، حتما تعاملات شما با محیط با دوستا متفاوت بوده. حال چگونه تعاملاتی دارین؟ قبل از جواب سوال شما بگم که این مقام نمیدانم. مسئولیت بسیار سنگینیه که بر دوش من گذاشته شده و از الله همیشه توفیق میخوایم که بتونم این مسئولیت رو به خوبی ادا بکنم و از حسن اعتمادی که بزرگای قوم به ما کردن بتونم به نحو خوبی و احسنی پاسخگو باشم انشاءالله. در بحث تعاملات، طبعا همونطوری که شما اشاره فرمودین، کسی که خلیفه نوین میشه، چون خلافت نوین همیشه با مردم سر و کار داره و مردم از اقشار مختلف، از طیف‌های مختلف، با مشکلات مختلف روبرو میشن و گاهن مراجعه میکنن. طبعا تعاملات قبلی با دوستا و با فامیل و با محیط کار متفاوته و طبعا تحت تاثیر و تحت شعاع قرار میگیره و در همین مدت کم که من بسیار مصروف شدم، باز جا داره که اینجی از دوستای نزدیک خود تشکر بکنم، مخصوصا از فامیل که واقعا در کنار ما بودن، ما درک کردن. من خیلی یعنی وقت ما با مردم سپری میشه و از صبح زود، یعنی گاهی یک کسی وقتی مشکلی به او پیدا میشه، شاید ساعت نگاه نکنه، گاهی از 6 صبح میایه، کسی ساعت 1 بعد از ظهر مشکل برمیخوره میایه، یا 6 شام یا بعد از نماز عشا، هر زمانی که میبینیم در همین مدت در گذشته هم همین مسئله جریان داشت، این کار ادامه داره و مردم میایند، مشکلات خود مطرح میکنند و ما هم الحمدلله با همون سنت حسنه که از گذشته باقی مونده پذیرای مردم هستیم و چیزی که بتونیم در حد مشوره یا در حد حل و فصل موضوع یا در حد دعایی که خواسته باشند در اینا، در خدمت اینا هستیم. و یک خاطره هم خوبه که اینجی از جناب حاجی خلیفه سبیات کنم که اونا هم همیشه این گلایر داشتند که ما وقت کافی پیدا نمی کنم که با دوستا خوب و برادرا و اقوام دور و نزدیک ارتباطات برقرار کنم و بیشتر وقت اینا وقف مردم بود و گاهن که فرصت پیدا میکردن به مطالعه بسیار علاقه داشتن، چه من در بس سوال قبلی شما نتونسته باشم گفته باشم، و یکی دو جلد کتاب تألیف کردن و ترجمه کردن، بسیار به دانش و علم اهمیت قائل میشدن و همیشه برای ماها و جوانایی که در ماحول بود توصیه های اینا ای بود که بیشتر اهل مطالعه باشه. بسیار نیک. یک قسمت هر چند شما پاسخ دادین که با مردم تقسیم اوقات نمیشه طرح کرد، اما ما میخواییم که پرسا بکنم، چون شما مسئولیت های زیاده به دوش داریم به خاطر که به همه امورات رسیدگی بکنیم، تقسیم اوقات شما برای ای که مردم ملاقات بکنیم چگونه است؟ وقتی کسی در یک جایگاه قرار میگیره که خود خادم ملت میگه و خادم مردم میگه و میخواد همیشه به خدمت مردم باشه، لذا او تقسیم اوقات نمیشناسه. و ما هم تا حال همونطوری پیشتر عرض کردم نمیتونیم، دروازه لنگر همیشه بازه و به هیچ ساعت رو نمیتونیم برای مردم مشخص کنیم. هر زمانی که کسی مراجعه بکنه و دید و بازدیدی داشته باشه یا طرح مشکلی داشته باشه، ما با گوش باز در خدمت از او هستیم. هرچند تقسیم اوقات های شخصی انسان برای موفقیت در کار نیاز داره و باید داشته باشه که طبعا برنامه‌ریزی شده باشه، وقتی بله برای مطالعه، برای بودن با فامیل، برای پرداختن به مسائل علمی و تحصیلی، ولی با آن هم بازگاه میبینیم که تقسیم اوقات ها به هم میخوره به خاطر از اینکه باید در شادی مردم، در غم مردم شرکت کنیم و در کنار مردم باشیم. گاهی میبینیم که تقسیم اوقات به هم میخوره، ولی کوشش میکنیم که بیشتر وقت خود را انشاءالله برای مردم بذاریم. من میخوام یه پرسان بکنم که میخواین اوقات فراغت خود را چگونه سپری بکنیم؟
کتاب دوست بسیار خوبیه که آدم در اوقات فراغت میتونه که با او اونس بگیره و من هم دوست دارم که همیشه مطالعه بکنم و اوقاتی که من از کارهای بیرونی فارغ میشم دوست دارم که در خدمت فامیل قرار بگیرم، در خانه باشم و در خدمت مادر مهربان خواهم باشم. انشاءالله کوشش میکنم که در فرصت حتما در طول روز برای از کارم اختصاص بدم. و اگر پرسان میکنم حتما بیننده ما این سوال شاید به ذهنشون باشه که باید پرسان بشه که از چه وضعیت زیاد خرسند میشین و چه چیز شما رو آزار میده؟ اگر در یک جمله خلاصه بکنم، با شاد بودن مردم ما شاد میشم و با غمگین بودن و ناراحت بودن مردم غمگین میشم. واقعیت اینه که وقتی ما یک مناظره حل میکنیم، دو نفری که از همدیگر آزرده اند اونا رو اشتی میدن و اونا رو به بغل همدیگر میفرستیم، شادترین لحظه ای که ما رو تجربه کردم در زندگی خود. و زمانی که یک کسی مشکلی داره و مراجعه میکنه و ما میتونم گیری از مشکل از هر چند کوچک باز بکنم، باز هم شادی برای ما رخ میده. و طبعا با ناراحتی مردم خود، با غمگین بودن همسایه خود، قوم خود و مردمی که با ما سر و کار داره، ما غمگین میشیم. و ای که میبینیم ریشم هم قبل از سنم بیشتر سفید شده، بیشتر به ما خاطره. خداوند شما صحتمند داشته باشه. و آخرین سوال، وقت شما بیشتر نمیگیریم، اگر پیامی دارین به خدمتیم و اگر گفتنی هم داریم که من سوال نکردم، میشه که برای بیننده عزیزم مطرح کنیم. خوش میکنم. در قدم اول جا داره که از شما تشکر کنم، از برنامه خوب شما، از تلویزیون وزین اصلاح که اگر وزنه ای برای خیر و فلاح و اصلاح جامعه هست. الله متعال همه شما بزرگواران استقامت در مسیر بده و توفیقات بیشتر بر همه خواهانم. پیامم و پیام صلح و برادری و مودت و محبت افغانستان در کشوری بوده که ما متاسفانه درد و رنج فراوان کشیدیم، وقت ازی هست که ما به خود بیاییم، با همو حبل الله المتین چنگ بزنیم، به دستورات قرآن کریم عمل بکنیم، تغییر از خود خود ایجاد بکنیم، اصلاح به زندگی خود بیاریم و همدیگر مهربان باشیم، گذشت داشته باشیم، عفو کنیم، ریشه های نزاع و کشمکش از بین خود بیرون بکنیم، تا اینکه انشاءالله به صلح و امنیت و آبادی این مملکت برسیم و در کنار همدیگر زندگی آرام و آبادی داشته باشیم. سپاس از شما که دعوت پذیرفتید. جا داره که من در اخیر کتاب بسیار عنوان مبارکی داره به نام پاسپورت سفر آخرت که جناب خلیفه صاحب مرحوم از زبان عربی به زبان فارسی ترجمه کردن و همیشه توصیه ای بود که همینطوری که پاسپورت سفر به کشورهای دنیا در دنیا میگیرین، خوبه که پاسپورت سفر آخرت را هم تهیه بکنیم. و من به رسم یادگاری کتاب مبارک خدمت شما تقدیم میکنم. ممنون، تشکر، سپاس. بله بیننده عزیز، تشکر از شما که تا این دم همراه بودین. رسیدیم به پایان گفتگوی ویژه با خلیفه صاحب نوین. امید که مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر، شما رو به عزت منان میسپارم. شاد و موفق و پیروز باشید.